اینا یه قسمتی از یادداشتای لیلیه، به من داده بود بخونمش. دستتون درد نکنه. از یادداشتای لیلی راجع به اولین برخورداتون حد زدم آدم با نفوذی باشی. من فقط یه مدیر مدرسه. همین. همه مدیرای مدرسه میتونن این کارا رو بکنن؟ اتفاقی که افتاد فقط یه سوء تفاهم بود. وقتی تلویزیونای ماهواره‌ای راجع به تصادف لیلی اون پرت و پلاها رو گفتن، بعضی مقامات تو کشور حساس شدن. چرا باید حساس بشه؟ خب میدونید، برای اینکه لیلی تو اون مدت با خیلی از سران نیروی هوایی و خلبانای همرزم دوران جنگ عباس مصاحبه کرده بود. غیر منطقی نیست که اونا فکر کرده باشن ممکن از این مصاحبه ها اطلاعات محرمانه بیرون اومده باشه. بفرمایید. ببخشید، شما چرا به لیلی اعتماد کردین؟ ما قرار گذاشته بودیم که نسخه نهایی رو من بخونم و نظر بدم. ضمناً لیلی صداقتش رو به من اثبات کرد. تو حرفاش، با کاراش. خب با اجازتون من دیگه باید برم. اگر کاری با من داشتید میتونید با هم تماس بگیرید. خداحافظ. خداحافظ. ببخشید خانم حکمت، نمیخوام کسی بفهمه من دارم پروژه لیلی رو تکمیل میکنم. میفهمم. لیلی هم دلش نمیخواست کسی بدونه که داره روی چه موضوعی کار میکنه. میگفت با شناختی که دوستا و اطرافیانش ازش دارن ممکنه روش یه جور دیگه قضاوت کنه. من فقط به خاطر بهتر شدن حال لیلی دارم این کارو میکنم. نمیدونم، شایدم از سر ناچاری. راستی از نوشتهای لیلی چیزی پیش شما نیست؟ بخش دسفول نیمه کاره است. خب همین نوشتهایی که بهتون دادم بخشهایی از دسفول و اصفهان دیگه. حالا انشالله دفعه دیگه که دیدمتون یه مقداری روزنامه و مجله هست از مصاحبه‌های همرزمای عباس میارم براتون. خیلی لطف داره. هنوز کلی نوشته و فیلم هست که باید بخونم و ببینم. باهاتون تماس میگیرم. بسیار خوب. خداحافظ. خدا نگهدار. بچه ها نوشین رو تشویق کنید. خب حالا زینب بیاد انشاشو بخونه. سلام علیکم خانم معلم. سلام آقای خلبان. خانم اجازه
خسته نباشین، خدا قوت. خسته نباشی. این طرف ها داشتم راحت می شدم. پس چرا وایستدیم؟ باری کلا حالا که ماشالله راه افتادی یا تیکم این نزی. از استوار مهمنش آدرس یه رستوران خوب گرفتم، گفتم بریم نهاری بزنیم، گپی بزنیم، خدمت باشیم. من خودم آماده کردم. برای چی؟ واسه اون خبر بدی که میخوای به بهانه این رستوران رفتن به ام بدی. باهوشی یا خانم معلم، حالا چه خبر بد مثلا؟ برای اینکه بابام عادت داشت هر موقع میخواست خبر بد به مامانم بده یا یه جعبه شیرینی میگره یا ما رو شام میبرد بیرون تا مامانم کمتر عصبانی بشه. به هر حال شما هم شاگرد ایشون بودید. از اون گذشته بچه حلال زاده بالام جان به داییش میره. من اصلا عاشق داییم، واسه همین مرامش. بفرمایید. خوش میگذرد بلم جان. خیلی قشنگه. سلام علیکم. سلام، حال شما چطوره؟ دست شما درد نکنه. ممنون. این غذا رو فقط تو دسفول میشه بهت کرد. ماهی شیره. تیغم نداره. خیلی خوشمزه. بله، دست شما درد نکنه. لوبیا پلوشون هم که مخصوص خوده. بله. با لوبیای چش بلبلی. آره. خیلی بامزه. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. ممنون. بفرمایید. شما بفرمایین اول. بسم الله الرحمن الرحیم. نه منظورم این که بفرمایید. حالا غذامونو بخوریم، دیر نمیشه، یخ میکنیم. عباس به خدا نهار از گرون پایین نمیره، بگو دیگه. مگه خودت همیشه نمیگی شوهر من که شما باشی چیز، یعنی در واقع شوهر شما که من باشم همیشه باید جز اون شاگرد خوبا باشم، ها؟ خب یعنی اینکه شاگرد خوب بودن همینجوری نیست، زحمت میخواد، تلاش، فداکاری. آقا اصلا مرگ یه بار شیون یه بار. کسی که یه شوهر خلبان کار درسته نسبتاً همچین بفهمی نفهمی خوشتیب میخواد، باید پای لرزش هم بشینه. همسر شما رو به عنوان خلبان نمونه برای آموزش هواپیمای F-14 انتخاب کرده. خب این که خیلی خوبه. آره، از تو پایگاه فقط دو نفر انتخاب کردن که به قول حاج عبدالله میتونن F-14 برون. خب کجای این خبر بد بود؟ من رو گوشی سرکار؟ آخه اینجا که آموزش نمیدن. آموزش هواپیمای F-14 اصفهانه. یعنی باید از اینجا بری؟ اصفهان؟ نصف جهان؟ شهر قشنگی؟ عباس تو رو خدا، من اینجا تازه عادت کرده بودم. اگه اونجا مدرسه ای پیدا نشه که من توش درس بدم چی؟ پیدا میشه. این همه رو وسایلم دیگه چی ازش میمونه؟ آره فکرش کردم تا واقعا. فکر کردم چی کار کنیم که مثلا وسایلت واقعا این خط هم نیفته. اصلا شاید یه چیزایشو با خودم نبردیم. یعنی چی؟ دیدی گفتم بهتره بعد نهار حرف بزنیم؟ بخوره دهن افتاد. بسم الله.
چند ماهی بیشتر از ازدواجمون نمیگذشت، اما عباس داشت کم کم منو با مفاهیمی آشنا میکرد که تا اون موقع چندان بهشون فکر نکرده بودم. میگفت مال دنیا ارزش نداره و بالاخره باید بذاریمشونو بریم. این صحبت ها کم کم داشت توی عمق وجود من نفوذ میکرد، چون میدونستم عباس به این حرفا از ته دل اعتقاد داره. خیلی ممنون. من دست شما درد نکنه بابت نونا. سلامت باشین. بله دست شما درد نکنه. سلامت خوبی شما. یه چیزی برای خوردن پیدا میشه. خدا تون آباد انشالله. سلامت. سلامت. خدا پرچم ها چیه رو پشتمونش؟ یه رسمه اعتداد بچه های هر خانواده پرچم نصب میکنن سردر خونه. چه رسم بامزه ای؟ بانم جنن یه روز اومدیم این طرف رو زندگی کردیم، دلم میخواست سردر خونه همون بشه کپی سازمان ملله. حواست باش فعلا همین یکی رو بزرگ کن بقیهش تا بعد. چی؟ محال بذارم خلبان بشه. جون عباس راست میگه، خیلی نامه. جون عرصتامون دسته درد نکنه ولی عجب بابا. بچه رو طالبه نگفتی؟ من خودم تازه فهمیدم، دیروز جواز ماهش گرفتم، تقریبا یک ماهش. بده من نباید دست به سیاسی بیدم. بولم جان من که گفتم فقط یک ماهشه. اسمشو چی بذاری؟ من اسمشم یه فکرایی کردم. اسمشو به زرگو بذاریم حسین، دختر سلمان. چیز اگه نمونده در قفل کن میزنم. بیا سر کار زیم دست در. چیزی دیگه نمونده بود؟ نه. خسته نباشی. سلامت باشی. مانده نباشی خانم جان. عباس جان کی بود؟ سرکار جون خسته نباشید، دست درد نکنه، زحمت کشید. جناب سلام، پدرم به خاطر دارویی که فرستادین تشکر کنم. حالشون خیلی بهتره. خوب الهی شد. سلام برسونید. سرکار جون خداحافظ. خسته نباشید، دست درد نکنه. چی؟ دلت برای چنگ میشه؟ خیلی زیاد. مگه چی؟ اینکه باید بره پی کار زندگی. ببریمش عباس. نه بابا دیگه نمیتونی. دیگه باید بره دنبال سرنوشت و تقدیرش. بابایی خوشبخت باشی پسری گلم. خداحافظ. ما به اصفهان منتقل شدیم، بازم یه پایگاه شکاری، پایگاه هشتم شکاری. یه خونه سازمانی در اختیارمون گذاشته بودن. سلام بفرمایید. خسته نباشید. متشکرم. خسته نباشید. حال شما خوبه؟ خسته نباشید. یه کامیونم توی راه اسبابمون داره. بله همون یکی دو ساعت. سلام. اول به دیدن سعید و آنی رفتیم که چند روزی زودتر از ما به اصفهان اومده بودن. از شانس خوش عباس، سعید خجسته‌فر هم به پایگاه اصفهان منتقل شده بود. از مراسم عروسیشون تا اون روز فقط تماس تلفنی داشتیم. خیلی آدم بفرمایید. دست شما درد نکنه.
این عکس همه کار خودتانی؟ بیشترشون. خیلی عکسای خوبیه. خیلی فیلم چاپ نشده دارم تو کابینت. اون عکسایی که ما عروسیتون انداختیم هم تو کابینته؟ چاپ کردم، آوردم، فریم میکنن میدن. دست درد نکنه. در ضمن فارسیت هم خیلی خوب شده. خیلی ممنون. بفرمایید. دست شما درد نکنه. شبیه این دیگه کتبانو شده. آخه بستگی داره پایان بندی. پایانش چی باشه؟ پایان بندیش خیلی مهمه که چی باشه. اتفاقا نه، اون لحظه اومدنه و آن این عکس کیه؟ چطور؟ یه حس عجیبی داره. چه حسی؟ با اینکه داره میخنده ولی تو چشاش یه غمی هست. این کیته، همسرش تو جنگ ویتنام کشته شد. کالبان بود. خدا رحمتش کنه. چه خبر اصفهان؟ آنیو بردی خوب چرخون بگی؟ آره، تو این هفته حسابی گشتیم. از نقش جهان حداقل 15 تا 36 تایی عکس گرفتم. دوست داشتی این نقش جهان؟ خیلی زیاد. ملیه شرط تو خود. خوبی؟ خوبم. شربت تو بخور، بریم که الان کامینو از بابا اساسیه میرسه. نه نه نه، نهارو میخوریم با هم میریم. نه جون سعید، موزن بود نمیشم. خونه رو باید ترتمیز کنیم و اینا کار داریم. آنی نهار درست کرده. چی درست کردی؟ از همون غذا خوشمزه که خونه بابات خوردی؟ نه نه نه، بو بکشین. قرمه سبزیه. ای قرمه سبزی، آره با میخواستم بگم. یادش دادی قرمه سبزی درست کنم؟ دست درد نکن تو باقیم. بخور بعد نمتشکر. ممنون، خواهش میکنم. حالت چطوره؟ خیلی ممنون. دیشب پدرت زنگ زد. بابا به شما زنگ زد؟
میگفت کاری کردم پاسپورت تو توقیف شه تا تو نتونی بری خارج از کشور. من معذرت میخوام، رفتم حسابداری بیمارستان، گفتن خودتون صورت حسابو گرفتین. میشه ببینمش؟ باید بپردازیم دیگه، ببینی که چی. خب هزینه بیمارایی که تو کما هستن سنگینه، اجازه میدین ببینم؟ دکتر حاجیان دست مزد خودشو خط زده، چرا؟ نمیدونم، ازش میپرسم. میخواستم بگم رو منم حساب کنه. نمیخوام به کسی رو بندازم، یه کارش میکنم، نگران نباش. قفوری گفت نمیخواد به کسی رو بندازه. خیلی معلومه من میل ندارم. خواهش میکنم. گفت خودش یه کاریش میکنه. خب وقتی میگه یه کاریش میکنم حتما یه کاریش میکنه دیگه. ناسلامتی از مدیرایی که کله گنده است. آره ولی اهل زد و بند و این چیزا نیست. کل داراییش یه خونه پدریه که دارن توش زندگی میکنن. از کجا میخواد این همه پول بیاره؟ ای بابا مسعود جون، این آدما اراده کنن وام میگیرن میلیارد میلیارد. پرت و پلا نگو آرش. اوضاع حساب بانکی چجوریه؟ جونو تو هر چی داشتم ریختم تو بورس. یکی دوتا رو میتونی رو حساب. اما بابا خیلی کمه. ببین میتونی از رفیقات یه مقدار پول واسه من جور کنی؟ یکی دو ماه بهشون پس میدم. ببخشید. مرد حسابی یه ندا به بابات بده چند هزار تا از اون دلارایی که تو بانکای کانادا خوابونده بفرسته این بر. ها؟ تا بتونم بهش رو نمیندازم. از کی تا حالا با بابات رو درواسی دار شدی؟ تا بهش زنگ میزنم بهم گیر میده. هی سینجی من میکنه. اولین سوالش هم اینه کی برمیگردی؟ به هر حال من دیگه میرم. راستی پاسپورت تو گرفتی؟ آره. نمیخوای برگردی؟ فعلا نه، کار دارم. چی کار داری؟ فروخم که پیداش نشد. دارم تحقیقات لیلی رو کامل میکنم. چی؟ کتاب شهید بابایی رو؟ مگه چیه؟ آه که چی بشه تو این هیری بیری؟ شاید یه روزی بهت گفتم. خداحافظ. چیه بابا خفم کردی؟ کنه. سلام. خب چی میگی؟
this is an F-14 fighter. Pay attention to the huge stalks of the F-14 fighter. Against F-4 and F-5, it is designed just to track, intercept, and only for its air superiority. This fighter can carry and launch Phoenix air-to-air missiles, which is one of the most advanced missiles of the same type. Another advantage of the F-14 fighter is a powerful radar system. It can intercept all 24 targets at the same time. As a matter of fact, Tomcat is a perfect hunter that tracks the target for suitable conditions of attack. Any questions? Please start engine number one. Copy, sir. Start now. After completing number one, please start number two. Copy, sir. Taxi out, please. Be advised. Check before taxi, check. Before taxi out option. Roger. Nose with a string engage. Anti-skid off. Wings aft. Accumulator pressure, check. Up. LE1, LE2, pull. Roger, very good. Taxi out now. Clear for takeoff. Roger. Climb check, please. Copy, sir. Check on deck. Level out check, please. Copy. Check. Be advised, I have one target in position bearing 340 and range 40 dimming out. Are you? Altimeter 243.0, speed 350 and heading 180. I will lock on the target and I will give you instructions. Follow it carefully. Fire missiles to the target. Are you ready? Yes, sir. I'm ready. Excellent. Target hit. It was very good. Thank you, sir. You're welcome. What did you say? I said, thanks, God. It was real good. Thank you, sir. Excellent. Here you go. Thank you, sir. You're welcome. Abbas, I believe in God, too. Of course. Good luck. And you, too. Bye. Bye. Hold up, please. باعث افتخار ماست که شما با پروازهای آزمایشی موفق و امتیازهای عالیتون قدرت و توانایی خلبانان ایرانی را به اثبات رسوندیم.
مربیای امریکایی اعلام کردن که دوره شما یکی از بهترین دوره‌هایی بوده که تا به حال آموزش دادن. و این برای ارتش شاهنشاهی افتخار بزرگیه. مطمئناً این موفقیت بدون عنایات ملوکانه اعلیحضرت همایونی، بزرگ ارتشداران و پشتگرمی ایشون اتفاق نمی‌افتاد. اما چیزی که باعث شد شما رو به این بریفینگ احضار کنم، رژه نیروهای مسلحه که 24 اسفند امسال تدارک دیده شده. طبق روال سالهای گذشته قرار اعلیحضرت همایونی و خانواده جلیل سلطنت از ارتش شاهنشاهی سان ببینند. نیروی هوایی هم تو این مراسم سهم خودشو داره. برای اولین بار رژه هوایی جنگنده های F-14 و مانورهای آکروباتیک برنامه یه که دستور کارش به ما گفته شده. خوشا به حال شما که پایان دوره آموزشیتون مصادف شده با این اتفاق فرخنده. تعدادی از بهترین خلبانهای پایگاه ما برای این رژه در نظر گرفته شدن که به زودی اعلام میشه. بچه ها اب نداره من نباشم. باریدم دیگه. عبدی بیاد جم. بیاد جم. خسته نباشید بچه ها. امیر به جای من. بچه ها ببخشید. چه شدی با؟ اصلا خورده بابا. همه فکرم درگیری مانور است. اصلا دلم نیست. میدونم، ولی این فرصت رو هیچ خلبانی از دست نمیده. تو شرایط عادی آره، ولی الان چی؟ کم نمیشنویم صدای مردم رو، دارن تو گلوشون خفه میکنن. اصفهان، تبریز، قم، تهران زدن مردم رو در رو داغون کردن، کلی آدم کشته شد. حالا نمایش قدرت رو میخوان که چی؟ به رخ مردم میخوان بکشن. من نیست. منم چی با مگه دل بخواهه؟ ارتش دیگه گفته باشی باید باشی. بگو یه بهانه جور کنم به سرنگ سلطانی بگم نمیتونم بیام. چی بهش بگم؟ عباس جون، بودن یا نبودن تو بگی هیچ فرقی نمیکنه. یه رژه دو دقیقه‌ای نه چیزی به شاه اضافه میکنه نه چیزی حتی کم. فقط اینجوری بی خودی رو حساس میشن. آره دیگه بالام جان، دور گد نشستی میگی لنگش کن. خودت انتخاب شده بودی میگفتی؟ نمیگفتی دیگه. این تو که میدونی من چجوری فکر میکنم. تو اقل بچگی نمیکنی. سلام مرسی. با آقایین دوغلوها؟ آقای مصطفی اردستانی، شما اینجا چی کار میکنید قربان؟ سلام. چه سه روزه اومدم، شبم باید برگردم تبریز. اومدم شما رو ببینم و عرض دلتنگی. قربان شما. تبریز چه خبر؟ چه کردم با مردم؟ بیاین بگیم. Thank you.
متن سخنرانی آقاست. از کجا بودی؟ از تبریز. بعد از قیام 29 بهمن. بسم الله الرحمن الرحیم. 19 ربیع الاول 1398. سلام به اهالی شجاع و متدین آذربایجان عزیز. درود بر مردان برومند و جوانان غیرتمند تبریز. درود بر مردانی که در مقابل دودمان بسیار خطرناک پهلوی قیام کردند و با فریاد مرگ بر شاه خط بطلان بر گزافه‌گویی‌های او کشیدند. زنده باشند مردم مجاهد عزیز تبریز که با نهضت عظیم خود مشت محکم بر دهان یاوه‌گویانی زدند که با بوق‌های تبلیغاتی انقلاب خونین استعمار را که ملت شریف ایران با آن 100% مخالف است انقلاب سفید شاه و ملت می‌نامند و این نوکر اجانب و خودباخته مستعمرین را نجات دهنده کشور می‌شوند. مردکی نجات دهنده کشور است که مخازن بزرگ ثروت این ملت مظلوم را دو دستی تقدیم اجانب نموده و آن پول ناچیز را که میگیرد تقدیم میکند و در مقابل آهن پاره هایی میگیرد که هیچ دردی از ملت دوا نمی کند. آن شخصی نجات دهنده است که با مسئولیت دادن